دراز بکش همینجا کافره دراز الله ما همیجا بدم اول دفعه که همیجا دیدم مثل میدان زاو در زاو پر شده آمد تا بغاز کردیم که خیلی هیچ کس نمی فهمی واقع سیل بغاز می تا کنارا کردیم اینو همو خبما کردیم همی خونه زنو را کشیدیم همی خونه لبیسای کشیدیم زنو همی برغم از زاد همی دیگولو را رفتن شیب که کنی شیب که دای بولا که اول سیل دلاب لبیسای به تیدیگه که اگر تیگه رسید که زاد این میجا خونه بده همه شب تا گرتا که آرد ایجا اگ نفر یک سیاسار هم میشته که سیاسار میغالده و که میده و که سیاسته که بگیرم با سیاسار میره و سیاسار شوش که میده و که زن ما بگیرم با اون هم آیدم بشنی شیم میده و خانده اگ میدنه بایده که تاکی که دوست آستا با سیل کام شد با دو دخت سه دختر یک دو دختر یک بچه و اینو خونه میبرامد که سرگا میرگه که دانو کوچه گیر که دینی بارزا دهی بارزا بدار برد با اگ دختری که راینو خونه برد دیگه گا پشان خاتم با پاسون یک مالی شد که بابازا خیست که فلانچه فلانچه نفر برده با دیگه با مرده حتی ما و یک تایی یک چند تایی تا برو مدام تا زیر رفت که با چی که اینو خونه زیر هم خیلی برده یک شلوغه که من عبدالامان نام داشت های پیش هست های کارکار برده ایخی قطار سیده بودم و میدیدم ایس چور خورده نمیتونم ای دایی بار دایی بغال بودم این بلانتر از سیده بودم ای بقا بودم اولین بار بود که دیده بودم آن اولین بار که بود تری سیله مانه اول می آمده این بخانده که این لپر میکن نمیکن تری سیله نایده بودیم مون بدا کو بودیم ها پیش اونو پودا بودیم دیده بری نشار همجا که پادر رفته بودیم نمیشه رسیم خونه رسیم سیل هم دم بعد ما رسیم از خانواده خود کس نه از خانواده خود کس شهید نکده ای خود سیل های بلو که ما خونه ده ایجا همه نفهم میده بود های بلو سیل خب می اومد سیل که اومد تا توش کردیم توشی ما را کس نفهمید با چی که تاکی اومد بودیم همه گوارا برد گوارا نصفی گوارا که برد همه بری که برامد که برامد همیجا تا همیجا ای بولو ها بولو یک تر نشیب کد نشیب کد بود با اونم بچی تغام میشید ای با اینجا بولو مده اینجا از لو بشه یکی را برده بود سیل همه پشت خانه دیدم ایم دانی زاو دیدم اومده داشت مردم چه رقم صدا زدی؟ تو ما برگی خیلی سیل اومد هیچ صدا کسا کسی میفهمید ترسیده بودی؟ ها همینجا پاهم میلرزیدی پاید میلرزید؟ ها اولا تسلیه درز میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم در هر گوشه دنیا که قرار دارن. الله سبحانه و تعالی شهادت شهدای ما را قبول بگرداند و مجروحان را شفای عاجل نصیب بگرداند و بازماندگان صبر جمیل نصیب بفرماید. بدون شک مسئولیت به وجیبه همه ما و شماست. در هر کجایی که قرار داریم هر کدام ما به اندازه توان خود در برابر هموطنان خود مسئولیت داریم. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن،
چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنتی دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن آدمی. به فکر میکنم که یک بخش مهمی اطاعت از رسول صلی الله علیه وسلم و پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم، فداکاری، گذشت، سخاوت، شجاعت و مردانگی است. رسول الله صلی الله علیه وسلم آنقدر بذل و بخشش داشتن، آنقدر دست باز داشتن، آنقدر سخاوت داشتن که حتی الله سبحانه و تعالی در نص صریح قرآن میگه لا تجعل یدک مغلولتن الی عنقک، دستت با گردنت آویزان نکو. یعنی هر چی دار و نداره که داشتن برای دیگران و در خدمت دیگران به استفاده دیگران قرار میدادن. و همون خاطر بعد از فوت رسول صلی الله علیه وسلم چیزی از پیامبر صلی الله علیه وسلم باقی نموند. حتی همسران پیامبر میگه تا چند شبی در خانه ما آتش روشن نشده است. بنابراین ما امتی همان پیامبر هستیم صلی الله علیه وسلم. و الحمدلله امروز اکثریت ما وضعیت اقتصادی خوبی داریم. من مطمئن استم اگر خواهران ما، برادران ما، هر کدام ما و شما بیشتر نه اگر درآمد یک ماه خودر یا اگر درآمد نصف ماه خودر تخصیص بدهیم برای هموطنان ما، انشاءالله که گوشی از مشکلات اینها حل می شود. و من مطمئن استم که او به خانه ها دوباره صاحب خانه می شوند، او عزیزای ما که زندگیشان از دست دادن دوباره صاحب زندگی می شوند. و تنها کمکی که ما کرده نمی توانیم، او عزیزای ما که فرزندان خود از دست دادن دوباره نمی توانیم فرزندانشان را به اونها بربگردانیم، اما می توانیم سر زخمشان مرهم بگذاریم، نوازششان بدهیم، تسلیه درز بکنیم، برای اینها رحم و شفقت و عطوفت و مهربانی داشته باشیم، همدردی داشته باشیم. الله شاهد است که من قلبا از همه هموطنانم سپاسگزارم که هرگاه و هر وقتی که صدا بلند کردیم، هر کدامشان به اندازه تواناییشان لبیک گفته و به اصطلاح آماده همکاری شدن. ما عزیزایی داشتیم که کارگرانی داشتیم که حتی در ایران، در ترکیه، در بسیار از کشورها کارهای شاقر انجام میدن، اما او طفلکا یا او نوجوانای عزیز ما حاضرن معاش و درآمد یک ماهشان را برای هموطنانشان کمک بنماین. و یک نکته دیگر هم اشاره کنم که همه هموطنان ما باید کوشش کنند که از آدرس های بسیار مورد اعتماد و مطمئن کمکشان را بفرستن. امروز متاسفانه هر کسی یک صفحه فیسبوک را جور کرده و بالاخره کمک جمع کرده روان است. تا وقتی که مطمئن نمیشید، افرادی که مورد اعتمادتان نیستند برایشان کمکتان نفرستید، شاید سوء استفاده گران خیلی زیاد باشه. بنابراین از آدرس های مورد اعتماد و از جوانان متدین و جوانان صادق و امانتداری که کمر بسته کردن، تعدادشان کم نیست الحمدلله، زیاد است، در ولایات مختلف، اقوام مختلف، در هر گوشه افغانستان تلاش میکنن که به هموطنانشان خدمت صادقانه داشته باشن. اونها رو سپورت کنید و کمکتان به اونها بفرستید، انشاءالله که به صورت مطمئن تری برای هموطنانتان برسد. کوینم تو سیلاب بود میامد در بالا، یعنی می ساحرت یعنی تو تخریب کده میرفت و مردم شهید کده، اونو یک ده نفر شهید شدن، مردم متضرر شده و یعنی خانه های مردم رو برده و یعنی حالت در مردم هست فعلا. اونم خیمه کس های قبیادر و مردم اونم خیمه هست از طرفی طرفی بسته برده که چه آثارش نیست دیده نمیشه. از اون مواشی مردکه در کو بود قدی بچوش چهار نیم صد مالش قیدو بچه شهید کده و جو غلام نم داره خانهش پایین است، از اون مرد کرم برده. دیگه دیگه خانواده دیگه شش داره، شش دانه اولادش برده، تن خودش مانده که یک بچه کش دیگه کسی که دو نمانده سیاسر و سنو منو رو پاک برده. اون طرفش اون خیمه که اون کل نیست، کل یاو زخیره یا ای مال هست، اون اون منطقه رم گرفته بود، یعنی اون برشیسه که این طرف است. اینه بسیار این خانه کمال زیر سیر می کل لگی یعنی می از دمی خانه، یعنی می خانه که این خیمه که سوز است، یعنی می زی یک خانواده را چهار نفره، دو تا طفلش، زنش او خودش شوهرش هم برده که بیادر زاده ما بود. این مردکه را برده، از این خانواده پنج تا را اینجا برده، این زمین خیمه این طرف. این گپ دروغ و درم نیست کلگی که اون شفاخانه ارده کلی دولتی را دفن کرده که لیست اوجا داره. اون از بالا دو دانه شهید است، یعنی جمله ده تا. ما تقاضای ما یعنی است که این مردم به ما یک دولت است و یعنی مجسه خیره به ما یک جای تعیین کند، به ما یک زندگی بسازد. دیگه نمیشه اینجا زندگی آرام است، ما دیگه دوباره دیگه اینجا زندگی بکنیم و
دیگه در ما در مشکلات رو بروسی مردم باد با آینده شون هم به خطر هستند. یعنی تقمین نمیجه 55 سال سندم است. ما می اتاقا را جور کردیم در زمان جنبش بود و زمان خودم هم معیب هستم لنگ مر میخوردگی استم. یعنی می را جور کردیم یعنی مردم بیچارا بسیار فقیر هم هستند. این خوشسالی یکان تعدادی 5 سال 6 سال شده که زراعتشون هم نمیشه. این مردم هم بسیار در فقر رو برو هستند. 50 سال شده دیگه از خانه خوکا؟ شده 50 سال با بالا میشه. چند خانه بودی؟ اینجا ما سه تا بیادر یک جای بودیم. یعنی بیادر هستند اونم جمله کلشون اونا هم بیادر هستند. یعنی بچه کوکا می خودگی است بیجه مردم بیگانه نیست و بین ما کلگی یک مردم است. چند بجه سیل آمد؟ ساعتی دو نیم بجه بود تمامش تا سه بجه تمام شدن. دو نیم بجه شب؟ روز. روز جمعه بود. مردم نماز جمعه را خوانده بود. در میخانه خود اینجا آمده بودن یک وقت روزانه بود. اگر شب می شدید کس اینجا نخود زنده میمان کلگی را می برد. او را هم روز بود که مردم خود نجات داد. چگونه در کجا بالاشن؟ شما بودین اون وقت؟ ما خود ما دونمون تپه پشتی اونم خیمه که نیست. دونمون تپه اونجا اونم جستاد بودم که فامیلم قدی همین توشتو که کوایی مگرفتم نه دیگه دمه هیچی هم یک دونه سوزن و من همون دمه تو پا کده برده که اینه بینن ملل دمه یه شش تا کمپل داده یک خیمه دیگه هیچی آمد لیس گرفت و رفت یک چار بود یارد این تری مردم داده. شاید فیلمش پیش بچه ها هست که میبینی موترهای مردم هم از این دره برده که پنج شش تونه موتر هست که قطع سواری و قطع نیچیش برده دلیور برده فیلماش شاید نشان بده برتون بچه ها. بسیار دیگه صورت از اینقدر تیز بود که مثل که تیاره بیاش بم بناتم اون قسم تو دود میداد در جایی که میخورد اتاق استاد نمیشت دادم از روی از این بسیار صورتش بسیار شدید داد بود دیگه. بارندگی هم بود امروز؟ بارندگی اینجا بسیار کم بود ولی هر که غمی بود از اون کو آمد از اون کوی بلند که اون طرف ساعه کیلگه هست این طرف پل خمری این رخ نارین دینی می کوی ناچاب آمد این مردم از این تو فکر نمی کرد که سیلاب این صد سال که نفر اینجا ما پدری ما بود مور فوت کرده این تو فکر نمی کردیم این رقم حادثه را ندیده بودیم بیخی کلان وقتی دیدره این قسم ها نامده بود ها آمده بود به این شکل نامده بود کم می آمد کم بود ها اینجا گفتن معدن است پشتر بود معدن زغال است بلی ها یعنی اون خط تیاره که فهمش اون طرفش اینجا معدن زغال سنگ پل خمری از اونجا میبره همین مربوط کرکر میشه آدمی 4.5 مال سه نفر یک مال شریکش هم آمده بوده که برای تدمه سودا کو دیگه مال قطی کده بوده قطی ازی سه نفر جمله از او برده قطی 4.5 مال که گوسپند شاید دمی بغلان این قدر گوسپند از او را کشیده که بیخی کل شهر که میبینه تماشا میکنه که ای چه قدر گوسپند ای را آورده یک گپ دیگه است که ما میگیم که ما با خون و خاک یکسان هستیم یا خلمست دیگه مثلا اون قریاش ها در کوه آباد هست یا بالای سرک پخته که آمدین او میدوه که مره بگیره دولت ما کاری کردیم که دولت خودش بیاره چشمی خود ببینه هر مردمی که مشکلات داره حق اولیت همو داره شهید داده مثلا این قریه است ما هستیم از او پاینتر رو تا پایش مکتب هست حال بدیدین دیگه از ما پیش مردم جور میده ما ایران موندیم از شرم از خانه مون نمیبرم بون موتیم که دولت هم خودش تصمیم بگیره بهتر است دیگه به قومی و شورا مستحق میمونه و کسی که آباد است او خود پیش میکنه انجینر صاحب مثلا تو اومده نابالغ هستی ما چه فهم معلوم نیست در بغلان یکی میشینه احمد محمود خیش و فامیل شد لیست میده ما هیچ خبر نیست این میشو سم در ما اومده حق این از ایراد بیچاره مردم در بغلان کسا که تعمیر داره او خورده تا که در ساحه نیایید از نزدیک دیدن نکنید کسی چی میفهمه که درد به کی رسیده این بسیار از خواهرها برادرها میپرسان میکنن که شما کمک را چگونه میرسانین و در زلزله هرات هم در ابتدا با مشوره به دوستا و عزیزا همی تصمیم بیه شد که بسیار از هموطنان ما خانه ندارن شاید برای فرششان برای ظرفشان برای غذایشان برای کمپل و شال و به اصطلاح اسباب گرمیشان توجه صورت بگیره اما چون خانه هزینه زیادتری داره سرپناه هزینه زیادتری داره شاید بسیار کم افراد به او توجه کنن به همون خاطر در این مرحله هم تصمیم مهمی است که اگر به قدر کافی کمک جمع آوری شد انشالله برای او هموطنان عزیز ما که سرپناهی ندارن خانه هایشان از دست دادن کلا من فکر میکنم یک فرصت خوبی است که همه ما دست به دست هم بدهیم اگر چند بنیادی در کنار هم دیگر قرار بگیریم من مطمئن هستم که
برای عزیزای ما که خانهایشان ویران شده میتونیم خانه بسازیم باز.